آقای حسن اعتمادی از آقای دکتر نوریالو ری خط جامع نوریالو جامع اعتمادی باز درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. من فکر کنم بیشترین اتفاقی در داخل آمریکا افتاد این بوده که پرزیدنت ترامپ اولین شکست از زمانی که شروع کردن برای انتخابات جون 2016 تا به حال ایشون همچین شکستی نخوردن، به خاطر اینکه اون ترامپ کیر که قرار بود جایگزین اوباما کیر بشه اصلا به سنا هم نرسید. وقتی که ایشون در دوره دومی که مذاکره میکردن گفت پول ده پلاگ، یعنی بکش به پال آقای راین که سخنگوی مجلسه، گفت اینو چیز کن، اینو دیگه بکش بیرون، نمیخواد انجام بدیم. و خانم نانسی پلوسی که سخنگوی ماینورتی حزب دموکرات در کنگره است و آقای چاک شومر در سنا، این دو نفر خیلی بر ضد آقای ترامپ هستن، خیلی جشن گرفتن. حتی خانم کلینتون خیلی خوشحالن. البته حالا تکنیکی که دارن استفاده میکنن ادمینیستریشن ترامپ اینه که بذارن قیمت ها منفجر شه، اکسپلوژن بهش میگن، ایمپلوژن یا اکسپلوژن بستگی شما چجوری نگاه میکنید. چون اگه قیمت ها مثلا تو اریزونا 103% بالا رفته، مثلا تو فلوریدا 84% بالا، همین قیمت ها سالانه بالا میره، اگه به یه حدی میتونه برسی که نتونن مردم اونو انجام بدن، بعد برگردن به ایشون، به ادمینستریشن ایشون. البته مهمترین چیزی که تو آمریکا الان هست از هر چیزی که شما بگی بیشتر فکر میکنن هلت کیره. 16% درآمد ناخالص داخلی آمریکا است، مستقلان و ارتش آمریکا با همدیگه 12% هم. 16%، یعنی خیلی 25 بار سنگین دیگه و باور نکرده اصلا از مغز خارجه چون به تریلیون و اینا میرسه، عدداش نجومیه با توجه به اینکه رشد جمعیتی تو آمریکا هم بالاخره رشد جمعیتی است و بیبی بومرها که 1946 تا 64 به دنیا اومدن بیشترین تعداد درصد رشدی رو دارن تو آمریکا. یعنی شما اگه نگاه کنید چیزی که اوری به دست راست داره، شما مثلا ایران، شما اگه مثلا 55 تا 65 تا 75 تا 85 حالا 85 تا 95 رشد جمعیتی تو آمریکا بیشتر از 0 تا 5 درصدش رو میگم. اینجا skewed to the right، یعنی منحنی بکشه این وری. حالا ایران این وریه چون مثلا 70% زیر 35 سال هستن در ایران، در ایران این وریه. یکی این بود در داخل ایران باجتینگ بود، نمیدونم شما استاد عزیز فالو کردین، باجه بودجه ایران اومد روز عید. من 35 سال که بودجتا رو باجتا رو اینا رو تنظیم میکنم همچین چیزی ندیدم، چون آینده ایران مثل آب شفاف نیست، مثل سراب اصلا وجود نداره. براتون میگم چرا. اینا که اومدن باجت آوردن بیرون، اونایی که توش البته دو سه نفر تو تهران استاک اکسچنج هستن و یه مجله هم از اقتصاد و تجارت فردا تو ایران، اینا یه مقدار انگلیسی کردن، چه انگلیسی هم باید بنوشتن، چه انگلیسی نوشتن. ما اینا رو داشتیم میخونیم با چند تا دوستامون که اینا آمریکایی هستن که من کار میکنن، چون متاسفانه ایرانی نیستن که اینا رو تجدید تحویل میکنم. به این نتیجه رسیدیم که دو تا در ایران بودجه است، current expenditure یعنی خرچهای کنونی و infrastructure یعنی چیزایی که برای آینده مثل پلانهای عمرانی 10 ساله، 15 ساله. زیر ساخت اون به طور کل کنار گذاشته، اصلا دیگه بهش فکر نمی کنن. الان فقط به این فکر میکنن خرج دخلش اینه کی بشه. حالا بسیار از خرج دخل شد، خرجی که دارن اینو میکنن همچین پولی، چون IMF بهشون پول نمیده، بانک بین المللی به اینا پولی به اون صورت نمیده چون بانداشون بی ماینزه، آوردن به مردم. الان بانک ها و حتی تران استاک اکسچنج والیوم سهامش اینقدر پایین اومده، اینطوری براتون میگم 3 ثانیه استاک مارکت در وال استریت بیشتر از 1 سال ایرانه. 3 ثانیه بله. بلومبرگ هم گزارش داده بود دوستان عزیز که ایرانیانی که ایران آمریکایی هایی که بعد از برجام رفتن در ایران سرمایه گذاری کردن، بلکه از اوضاع بتونن بهره گیری مالی بکنن، به وکلای خودشون در آمریکا متوسل شدن برای اینکه پولشون از ایران بازگردانده بشه. آقای دکتر نوریالا، آقای دکتر اعتماد، بفرمایید. آقای اعتماد،
من سوال چیه؟ سوال این صدا داره علیه جمهوری اسلامی بلندتر میشه آقای نوریان. صدا داره روز به روز بلندتر میشه. بله؟ میگم صدا علیه جمهوری اسلامی داره روز به روز بلندتر میشه. امیدوارم چنین باشه. به نظر من انقدر این کابینه آقای ترامپ رو گیج کردن و سرش رو مشغول کردن که به نظر نمیرسه به این زودی ها بتونه یک سیاست مشخصی رو در مورد ایران در پیش بگیره، به خصوص با رفتن آقای فلین و نمیدونم این وزیر خارجه ای که تازه داره آشنا میشه با مسائل وزارت خارجه. هنوز به نظر من هیچ مسئله روشنی وجود نداره، ولی قضیه اساسا به نظر من این بوده است که حکومت اسلامی از روز نخست در مورد امریکا با یک شعار آمد وسط و آقای خمینی گفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و در این 38 ساله هم ثابت شده که حرف ایشون درست بوده، یعنی سفارتشون رو گرفتن، اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن، نمیدونم سربازخونه‌شون رو منفجر کردن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، هر کاری که دستشون آمده اینها در این 38 سال کردن و امریکا هیچ غلطی نتونسته بکنه و در نتیجه روز به روز اینها جریتر شدن در این مسئله. آقای اوباما هم که 8 سال اصلا تمام سعیش رو کرد که اینها رو تا میتونه بهشون آمپول تقویتی بزنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم به این زودی ها اینا متوجه بشن که فضای جدیدی در سیاست دنیا آغاز شده که ممکنه نتایج متفاوتی بده. هنوز شما توی سخن رهبر، توی سخن رهبران یا فرمانداران نمیدونم نظامی و غیره، شما این تنین امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند رو میشنوید و من همه ترسم اینه که نتیجه این بشه که امریکا بخواد ثابت بکنه به اینا که میتواند غلطی بکنه و مثلا یک جنگی، یه حمله نظامی صورت بگیره و واقعا مملکت ما از بین بره. به نظر من ما دوران بسیار وخیمی رو داریم میگذرونیم و در این میانه اون چی که غایبه به نظر من یک صدای اصیل ایرانیه که با جهان صحبت بکنه و بگه که ایران اونی نیست که اینا دارن عمل میکنن. من البته شنیدم که مثلا همین روزا امروز فردا عده‌ای از فعالان سیاسی مثلا ایرانی دارن میرن به عرض کنم که مجلس سنا و سناتورها صحبت بکنن، ولی اینقدر این کارها بدون شفافیت با پنهانکاری با اطلاع نرسوندن به بقیه داره صورت میگیره که من اصلا فکر نمی کنم که نتیجه‌ای به نفع ملت ایران در این کارا پیش بیاد و هنوز ما باید منتظر این معجزه باشیم که آدمای صالح، آدمای با آبرو عرض کنم که بتونن دست به دست هم بدن، هم اعتماد ملت ایران رو پشت خودشون داشته باشن، هم شناخت جهانی رو، و بتونن به یک پرسپکتیو دیگه، یک عکس دیگه، یک تصویر دیگه ای از ایران رو ارائه بدن. در نتیجه درسته که به خامت اوضاع روز به روز بدتر میشه، آقای طالبی هم شرح مشبهی دادن در مورد که مثلا وضع اقتصادی در ایران چیست، ولی تا موقعی که شما نتونید برای یک امری یا آلترناتیو مناسب پیدا کنید، خب این ادامه پیدا میکنه، همانطور فقیرتر میشن، بدبختر میشن، اقتصاد از بین میره، ولی اتفاق عمده‌ای صورت نخواهد گرفت. به نظر من اینه که من همچنان توپ رو به اصطلاح فرنگی ها توی کورت اپوزیسیون ایران میبینم که در این وسیله، در این میانه بتونه خدمت تاریخی خودش رو بکنه یا بیعملی و سکوت خودش همچنان به خیانت ادامه بده. تشکر آقای تونی. الان بپایه تحلیلی که آقای آنجلو طالبی دادن از بودجه ایران، میشه گفت جمهوری اسلامی اصلا آینده رو کنار گذاشته، بدن روز به روز داره زندگی میکنه. فکر میکنید عواقبش چی باشه؟ قطعا عواقبش به اصطلاح دامن خوردن به این بحران هاییست که رژیم باش رو به روه و بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی مردم، مسائل و مزلاتی که در طی سالهای اخیر به خصوص در ایران شدت پیدا کرد،
بعد از جریان تحریم ها، مسئله بیکاری، بسته شدن مراکز تولیدی کشور و همه اینها روز به روز از هر جهت دچار مشکلات و بحران‌های جدیدی خواهد شد و در نتیجه نارضایتی عمومی شدت پیدا خواهد کرد. منتها من در تایید فرمایشات جناب نوری‌علا این نکته رو خواستم اضافه بکنم که در 38 سال گذشته درسته که حکومت اسلامی ایران همواره در سیاست‌های مربوط به امریکا سیاستی تحقیرآمیز و تحقیرآمیز کننده نسبت به ملت امریکا، مردم امریکا و دولت‌هایی که بر سر کار بودن، اما اکنون به نظر میرسه که دولت کنونی اگرچه سیاست‌های کامل و دقیقی در رابطه با ایران هنوز به کار نبرده، اما همین موضع‌گیری‌هایی که از سوی مقامات عالی رتبه این دولت که شما در مقدمه صحبتاتون بهش اشاره کردید، نماینده امریکا در سازمان ملل، رئیس مجلس امریکا و همطور معاون رئیس جمهوری که در خصوص سیاست‌های ایران در رابطه با اسرائیل موضع‌گیری‌های شدیدی رو کردن، خود این باعث تزلزل، باعث وحشت در بین به نظر من سران حکومت اسلامی ایران شده و این نشون دهنده اینه که سران این حکومت هیچ منطقی رو جز منطق زور نمیفهمند و به همین خاطر لحن اونها به نوعی تغییر کرده. اگرچه با سفری که آقای روحانی در همین یکی دو روز اخیر به کشور روسیه داشتن و موضع‌گیری که آقای ظریف در همین امروز انجام داد در رابطه با اینکه ما پایگاه‌های نظامی خودمون رو در اختیار ارتش روسیه قرار خواهیم داد در رابطه با مسئله مبارزه به اصطلاح با تروریسم در سوریه، نشان دهنده وحشت و ترسی است که گریبان سران حکومت ایران رو گرفته، چون خود اونا بیشتر از هر کسی این پیش بینی رو میکنن که ماهای آینده ماهای سخت‌تری برای رژیم ایران خواهد بود. بنابراین اونها هم سعی میکنن که با اتخاذ سیاست‌ها و تهدیدهایی که به هر حال به یه نوعی به کار میبرن بتونن موقعیت خودشون رو و ترس خودشون رو به نوعی پنهان کنن. خیلی عجیبه. فکر کنید مملکتی روی دریای نفت و گاز، این همه ثروت، الان اطلاعاتی که داد آقای آنجلو طالبی واقعا نگران کننده است. پتانسیل، ظرفیت، قد و اندازه 3 ثانیه بازار ایالات متحده آمریکا بازار سهامش از 1 سال ایران. جامعه روی علا فرمودن من گفتم امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، که البته هیچ کشوری در دنیا نیست که برده دلار باشه مثل ایران. یعنی تمام حکومت ایران فقط صبح بلند میشن به دلار فکر میکنن. وقتی شما کرنسی کشور رو میبینید که از 68 به 40,000 رسید، مطمئنا خب پس کاری کردن. چی میگه برش کم محلی تیسر از شمشیر است، با اینکه ایران بازی ندادن. البته جناب اعتمادی در آلمان هستن، سوئدن. چون گفتن شاید آلمان باشیم. جناب اعتمادی که گفتن خیلی هم عالی فرمودن، اینکه بالاخره الان آقای پوتین میدونی که با چچن هم صحبت داره میکنن، رهبر چچن توی تمام کشور اسلامی آقای پوتین داره خیلی باشون خوش رفتاری میکنه. از این موقعیت که آقای ترامپ اینو گفته داره مطمئنا استفاده میکنه، چون چچنا میتونن خیلی روسیه رو در سوریه کمک بکنن به خاطر اینکه چچنا جنگنده هستن، خیلی به درد کارهای آقای پوتین میخورن. ولی 40.2% بودجه امسال ایران چیزی که بهش میگن employee compensation، یعنی پول کارمندان. تو اون پول حوتی‌ها هستن، حماس هست، حزب الله هست، یمن حشد شعبی، روسی های یمن، اون که توی چیز هم هستن، کشور امان، بحرین هستن. اینا رو کنید، این خرج ایران ایناش زیاد شده. شما برای همین اینفراستراکچر نمیدید. شما الان بدین توی جایی که حزب الله هست، خونه‌ای که دیدین، خونه رو تو فیلم‌ها شدین، چه خونه‌ای ساختن، یعنی چیزی که برای حزب الله خرج کردن به عنوان ایمپلوی، یعنی توی باجتشون تمام اینه که البته مطمئنه ایران نمبر وان تروریست تو دنیا هست، این دیگه شکی درش نیست از نظر اسپانسرشیپ میگم. چون حالا ممکنه که عربستان سعودی
اونایی که باش هستن تباش باشن، ولی خود حکومتش اومد آمریکا با ترامپ داره دوست میشه. بلجد به نظر من ایران، این آقای خامنه‌ای گفتش که اقتصاد رزیستنس میده تعمالی مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، ولی ایشون تشخیص نمیده چون به اون صورت سواد اقتصادی اصلا ندارن. مثل که شما یه وزنه‌بردار رو میبینید یه 5 پوند اضافه میکنیه که یه دفعه 300 پوند همه با هم میریزه. ایران داره به اون 5 پوند 6 پوندش میرسه، مگه اینکه اینا تمام است. شما فرمودید که اگه جنگ بشه، حالا جنگ بشه شاید و شاید هم ایران نابود نشه، شما فکر کنید ایران نابود میشه، شاید هم نشه ایران نابود، ولی از نظر اقتصادی هم که داره بدن مطمئنن نابود میشه. یعنی یه زمانی میشه که تمامه، چون نچرال ریسورسز های دنیا، تمام نفت دنیا اندازه لیک میشیگانه، تمام نفت کره زمین، تمام طلای دنیا دو تا استخر چیزه اولمپیک سایز، بنابراین آنلیمیتد که نیست. درست. شما الان ایران به اون زمانی که خمیردندون میگیرن آخرش که باید فشار بدی بیاد بیرون، ایران داره به اون قسمت میرسه. چون اگه ایران به اون زمان برسه، خود مردم، من نمیدونم مردم ایران تحملشون تا کیه، به خاطر که دینی که دارن اینقدر درشون عمیق رفته. برای همین شما ورلد هریتیج رو نگاه کنید، تاریخ ایرانو از پری بیبلیکال عوض کرد به 1505 زمانی که ایران شیعه شد. تو ورلد هریتیج دیگه ایران باستان قبول ندارن، میگن ایرانی که ما الان میدونیم از اونجا محاسبهش میکنن. چون ایرانی یه دفعه گفت اگه شما سوار هواپیما هستین فهم میکنین میرین آثار بیبلیکال تو ایران میبینین، اصلا نیستش، اگه هم به هستش یه طوری نشون نمیدن یا چیزی نیست که بری شما اینو در معرض عموم باشه بدونن اصلا. برجر به نظر من بهترین چیزی که ایران باید بشه سرجیکال آپریشن، چی میگه سرجیکال، چی میگه از اون عمل جراحی، جراحی که سرجیکال آپریشن خود چیزو اونجایی که مرکز خیلی مهم مثل بوشهر و اینا هست، اگه یه همچین اتفاقی بیفته به نظر من این بادکلک میتره که من میفهمن هیچی نیست. عجب. به نظر من شما گفتید 5 کیلو سی 5 گرم اضافه بزنه 300 کیلو رو میتره. حالا من نخواستم 5 گرم بزنه. حالا شما چون به اون نقطه من برسین بعد از اون شاید درست میگه 1 گرم هم بتونه چیزش کنه، چون هر چقدر مقاومت بکنن. الان شما، من یوتیوب رو نگاه میکردم، اینقدر حالا بعضیشون خنده داره جیغ میزنن مردم تو خیابون از بیکاری. درست. یعنی به دیوانگی رسیدن. شما به این فکر کنید که در یک شهری به وجود آوردن تهران که اصلا اشتباه این شهر از نظر مهندسی شهرسازی هیچ شهری نیست که بغل رودخونه نباشه. این شهرهای بزرگ لندن و فرانسه و هرکی مصر و اینا رو نگاه کنید، حتی ترکیه استانبول، اینا بجد یه طوری شهر درست شده که راه چاره‌ای هم به اون صورت نیست. ولی من خیلی مثبتم، به نظر من تو این 8 سال در زمان آقای ترامپ خیلی اتفاق میفته، تازه شروع شده. یعنی مطمئنا آقای فلن که بعد من که فیوریت هم از آقای فلن، جنرال فلن که گفت ایران پودا نودس که ما ایران توجه داریم نگاهش میکنیم، این دیگه اون شده دیگه، بقیه دنیا هم دارن انتخاب میکنن که ایران سپانسر چیز تروریسته. فقط روسیه است که الان داره باشه اینطوری میکنه، و اگه هم انتخاب بین روسیه و روسیه بین ایران و آمریکا انتخاب باشه، مطمئنا آمریکا انتخاب میکنه، نمیاد ایران. آمریکایی در اجلاس ایپک همین ایشون گفتش که ما مثل شاهیم داریم ایران رو رصد میکنیم، مثل شاهین. از خب آقای نوریالا بفرمایید. من البته یه خورده جا خوردم از صحبت‌های آقای طالبی که میخوان که روی ایران سرجیکال آپریشن درست بکنن و جراحی کنن. من فکر نمی‌کنم که اگر که چنین اتفاقی بیفته قضیه خیلی راحت حل و فصل بشه. به هر حال ما دخالت‌های امریکا در افغانستان، در عراق، در لیبی، همه این جاها رو دیدیم و این اصطلاح سرجیکال بیشتر یه خیاله. وقتی که اونجور حمله بخواد بشه که نمیدونم برن نقاط معینی رو بزنن، بوشهر رو بزنن، هم کجا رو بزنن، به نظر من چیزی دیگه باقی نخواهد موند از اون مملکت. و به نظر من اپوزیسیون اگر به این استیصال برسه که فکر بکنه که راه حل ایران آن است که امریکا به امریکا یا اسرائیل یا هر جای دیگه به ایران حمله نظامی بکنه،
من فکر میکنم که همه ماها باید استعفا بدیم، دیگه راجع به سیاست صحبت نکنیم، بریم تو خونه هامون بشینیم منتظر شیم که امریکا کار خودش رو بکنه. اگر کسی میاد وسط و حرف سیاسی میزنه، باید بتونه این نگاه رو داشته باشه که من فسقلی میتوانم جلوی حمله نظامی امریکا رو بگیرم اگر که بتوانم یک آلترناتیو درستی رو به مردم ارائه بدم. من استیصال میبینم در این نوع تفکر. البته من اپوزیسیون شو میفهمم، من چون من آشنایی ندارم. اپوزیسیون منظورش این چیه؟ نیروهای مخالف دیگه. نیروهای مخالف متشکل. تمام مردم ایران اپوزیسیون. میدونم، ولی این شما اگه خارج از ایران میگین مثلا چه اپوزیسیون؟ من جدی نمیدونم. شما شاید دانشش ندارم. وقتی اپوزیسیون میفرمایید چه منظورتون که؟ آقای اعتبادی بفرمایید. به نظرم آقای طالبی سوال درستی میکنن، یعنی اینی که خب اگر یک نیروی قدرتمند اپوزیسیونل وجود داشته باشه که بتونه هم در برابر تصمیم گیری های قدرت های بزرگ منطقه و دنیا در رابطه با ایران بایسته و هم در برابر حکومت اسلامی ایران، خب بنابراین جای نگرانی نیست. اما واقعیت این استش که ما در شرایط کنونی اون نیروی آلترناتیو قدرتمندی که بتونه یک چنین نقش تاریخی رو بازی بکنه به ویژه در شرایط اساس کنونی، اون رو درسته ما نداریم. اما نیروی عظیمی همونطور که آقای میبودی شما هم اشاره کردید از مخالفین حکومت اسلامی ایران به خصوص در خارج از کشور وجود دارن که دارای امکانات هستن، دارای توانایی با ارزشی هستن که اگر به صورت منطقی و عقلانی عمل بکنن به سادگی میتونن اون نیروی آلترناتیو رو به وجود بیارن. بنابراین میشه گفت که این اپوزیسیون تا زمانی که به اون حد از سازماندهی و به اون حد از قدرت نرسیده، ما به عنوان یک نیروی مخالف جانشین در برابر حکومت اسلامی رو فعلا نداریم. اما این بدین معنا نیست که نتونیم درست بکنیم. به هر حال تلاش ما حداقل از طرف حزب خودمون این استش که این امکان رو فراهم بیاریم و خوشبختانه در طی این سالهای اخیر قدم‌های بسیار مثبتی برداشتیم. میدونم آقای طالبی به خاطر نوع تخصص و نوع فعالیتایی که دارن احیانا به مسائل مربوط به جریانات سیاسی شاید توجه زیادی نداشته باشن و سوال درستی میکنن و ما هم وظیفه داریم پاسخ بدیم و وظیفه داریم به سهم خودمون هر کدوم از جریانات سیاسی ایران در پی ساختن اون نیروی آلترناتیو باشیم. حالا اگر اشاره آقای طالبی به سرجیکال، یعنی عملیات نظامی نگاهشون باشه، خب با سه نمونه خیلی روشن داریم الان در برابرمون. یکی افغانستان، یکی لیبیه، یکی عراق. میخوام ببینم از این سه کشور چی باقی مون. البته اون سه کشور، چون شما افغانستان و عراق میگید این آرتفیشال استیت هستن، این کشورها اصلا تازه تاسیس هستن. ولی برجت پروژه ایران یک کشور واقعیه. خب اون آقا چون چند دفعه گفتن ایران، جناب فرمودن از ایران از بین میره، من از بین رفتن نمیدونم این چیه، چجوری میتونه از بین بره؟ الان که داره از بین میره، چون اونجا ممکنه بره ممکنه نره، ولی اینطوری که الان داره میره، چون این حکومت باعث شده 1.5 میلیون بچه ایرانی کشته شه تو جنگ ایران عراق. خلاص حالا اینا دارن میکشن، چه فرقی میکنه؟ اینا که دارن نابودش میکنن، حتمی دارن نابودش میکنن، ولی سرجیکال اپریشن ممکنه که الان نابود نشن، ممکنه در داخل ایران چیزی هست که ما نمیدونیم، همین که بلک سوان میگن یک پدیده بیاد بیرون که اون پدیده از فکر ما، چون یه چیزی از ما تاریخی همش نمیدونیم چه اتفاقی میفته در خود داخل ایران. این همه جوان بلند شن، خودشون تشکیل میدن. ساختن یک حکومت و عمران یک کشور به اون سختی نیست. من سندیگو زندگی میکنم، شما سندیگو در 30 سال اخیر اگه نگاه کنید چقدر ساختن، تو 30 سال ساختم. ایران هم میتونه اینطور بشه، شهرسازی میتونه تو ایران اتفاق بیفته. بسید ایران آزاد بشه. خب به نظر شما چگونه آزاد بشه؟ آقای خیامی، محمود خیامی، یه مأموریتی دادن به شماری از متخصصان و کارشناسان برجسته، بلکه خارجی بودن، گفتن آقا برید مطالعه بکنید ببینید که اگر ایران به آزادی برسه ظرف چند سال میشه ایران رو ساخت، یعنی ایران رو به مرحله قابل قبولی رسون که مردم بتونن خوب زندگی کنن. جواب 5 سال بود. بعد از ماها تحقیق گفتن آقا اگر ایران به آزادی برسه ظرف 5 سال میشه دوباره، یعنی کاری کرد که
ایران یه اقتصاد قابل قبول داشته باشه و دیگه ناچار نباشه بچه هاش رو به زور راهی کشورهای دیگه بکنن. کاری که اتفاقی در ایران داره افتاده، مغزایی که بعد از ایران فرار، روزی 200 مغز از ایران داره فرار میکنه، وحشتناکه. ولی من هر روز استدلال، چون اونها دارن ایران رو نابود میکنن، ما ماموریت میدیم به دولت خارجی که بره کار تمام بکنه. نه نه، شما شاید هم نکنه، شاید هم نابود نشه. شما فکر میکنه اگه استراتژی کار بشه ایران که، یعنی ما از خودمون سلب مسئولیت بکنیم؟ نه 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 نه، شما استاد در سوئد اصلا جناب اعتمادی بله. نکته جالبی رو فرمودن، چون اون تنها اپوزیشنی که اپوزیسیونی که تو آمریکا اینجا زاجیش سوال میکنه امیکه، همون چه مجاهدین رایت. من دیگه کسی نه، اگه من نالج ببخشید من مدام تو این نشه، من راجع به اپوزیسیون من واقعا چیزی نمیدونم که چه چیزی از چه برنامه‌ای دارن. آقای نوری الله بفهم امیر آگهی رو، آگهی رو نه از بازارچه عبور میکنی. ببین وقتی میگن اپوزیسیون یعنی چی، به نظر تمام مردم ایران اپوزیسیونن. نه اینجا الان گزارش یک گزارش داده این خانم، شخصیت خیلی سرشناسی است، در دوره انقلاب از حامیان انقلاب بود، تو ایران هم مجروح شد، ازش به عنوان شهید زنده یاد میکردن. خانم آلمانی، یک محقق و پژوهشگر، رفته ایران برگشته، همون آدمی که طرفدار انقلاب اسلامی بوده در ایران، کتابی نوشته که میگن اصلا این باعث تغییر همه تجزیه و تحلیلایی میشه که تا به حالا توسط کارشناسان غربی صورت میگیره. میگه اون ایران چند سال پیش ما تا فراموش بکنی، میگه در ایران اصلا دیگه بحثا وجود نداره، سکولارترین کشور دنیا، نسل جوان به کل مذهب گشته توی تاخچه، اصلا یه نگاه دیگه داره به دنیا. برنامه همینان رو پی میگیریم. آقای آنجلو طالبی در استودیو، آقای حسن اعتمادی عزیز در سوئد، آقای دکتر اسماعیل نوریالا در دنور کلرادو با ما هستن. بس درباره اپوزیسیون بود. آقای طالبی پرسن وقتی میگیم اپوزیسیون معنا چی، اپوزیسیون ایران. آقای نوریالا بفرم. ببینید ما دو تا واژه رو به کار میبریم که اینها به هم مربوط هستن، یکی اپوزیسیون به معنی مخالف و یکی آلترناتیو به معنی مخالفینی که گرد هم میان و ادعای این رو میکنن که ما میتونیم مملکت رو بگردونیم اون گونه که به ضرر ملت ایران نباشه. این که آدم منکر وجود اپوزیسیون بشه که خب این چشم بستن بر روی حقیقته. به هر حال هر کسی که چمدونشو بسته و از مرزهای ایران خارج شده گفته است من تحمل این حکومت اسلامی رو ندارم و بنابراین مخالف این حکومته و آرزومند اینه که این حکومت نابود بشه و یک حکومت انسانی امروزی متمدن در ایران مستقر بشه. بنابراین ما اپوزیسیون داریم در انواع و اقسام خودش. اما صحبت سر اینه که این اپوزیسیون آرا دارای مرکزیتی هم هست یا نه. حرف ما و ادعای ما اینه که تا موقعی که این اپوزیسیون متحد نشه، تشکیلات نداشته باشه و به عنوان آلترناتیو یا بدیل این حکومت مطرح نباشه، این حکومت سر جای خودشه و تنها راهی که باقی میمونه اینه که به قول آقای طالبی اینا برن اونجا جراحی کنن و حالا آقای طالبی معتقدن که جراحی ها ممکنه که بی‌ضرر هم باشه. من معتقدم بر این که تا حالا امریکا جراحی درسته، هر کیو جراحی کرده پشت زیر عمل به نظر بنده، یعنی نه چیزی از عراق باقی مونده، نه از لیبی باقی مونده، نه از سوریه و از افغانستان. بله اونام هستن، آلمان و ژاپن میگن، آلمان و ژاپن که هست. آلمان و ژاپن به نظر بنده ویرانی که صورت گرفت درش یک مسئله است، این که بعداً بر فراز این ویرانه ها چی ساخته شد یه مسئله دیگه است. معنی این مثالی که آقای طالبی میزنه اینه که بذاریم ایران عین ژاپن که توش بمب اتمی هستن منفجر کردن نابود بشه، بعد ما آدمایی هستیم که میریم اونجا رو اون خرابه های کشور اصلا نامی خیلی نامیدی یعنی. نه نه ایشون گفتن که تمام جراحی رو که هم مرده، من نگفتم ایران ویران شه، من چه حرفی که نزدم. من از شما میفهمم اپوزیسیون اگه یه چیزی بود که مثلا میگفتید ما برنامه‌مون اینه،
بودجمون اینه، کارهایی که تعداد افراد ایشون چی فرمودن بسیار عالی. اپوزیسیونی که من فکر میکنم بهترینه 55 میلیون دختر پسر زیر 30 ساله هستن. بازم اون بزرگترین اپوزیسیون در داخل دنیاست. چون این همینطوری که ایشون فرمودن این اپوزیسیونی که خارج از آمریکا هست به اون صورت شکل نگرفته، اگه گرفتم به اون صورت قدرتی نداره. من چیزی راجبش نمیشنوم. شما من شما اپوزیسیون اسم چیه؟ من جدی نمیدونم. میبخشید، معذرت میخوام. اسم اون چیه؟ سازمانی اسم من میخوام تحقیق کنم خودم. حضرت که از خانم حالا دوستان به نظر من اون نظر خودم هم بدم. نظر شما رو جویا میشم، لطف میفرمایید. جمهوری اسلامی سراسر نقطه ضعف. این ستون قدرت‌های غربی بوده. پاری از قدرت‌ها که این سقف و سر جا نگه داشته. هیچ کس نمو ترتیب بکنه. مردم ایران اگه از حمایت کشورهای غربی برخوردار بودن یا برخی از قدرت‌ها خودشون مشکل رو حل کرده بودن. نگاه کنید به سیاست‌های پرزیدنت اوباما در طول این 8 سال. نگاه کنید امروز وقتی جمهوری اسلامی دچار تزلزل میشه به کی پناه میبرن؟ میرن به کرملین. هیچ وقت ایران این همه به کرملین وابسته نبوده. آقای ظریف وزیر خارجه ایران امروز به صراحت گفت به مردم ایران که روسا آزادن از پایگاه های ما استفاده کنن. کافی فقط به ما بگن چی میخوان از ما. کار به اینجا رسیده. بنابراین اگر قدرت‌های غرب تو امور ایران دخالت نکنن، فقط حمایت بکنن از مردم، به نظر مشکل حله. آقای نوری علا بفرم. عرض کنم که من فکر میکنم که اتفاقا آقای طالبی نمونه ای از کسانی هستن که فقط فارسی حرف میزنن، وگرنه کل ساختار فکرشون ساختار یک آدم غیر ایرانیه که به صورت خیلی دیتشت یا جدا شده مسئله رو نگاه میکنن. و همین اتفاقیه که اتفاقا ما میترسیم که مثلا در راهروهای وزارت خارجه امریکا بیفته. یعنی مثل تفکر آقای طالبی اونجا هم باشه که آقا اپوزیسیون که وجود نداره، با هم که متحد نیستن. خب ما میریم اونجا یه سرجیکال عملیاتی میکنیم، 4 تا بمب این ور و 4 تا بمب اون ور. وقتی که ما میگیم یک مملکتی نابود میشه، معناش این نیستش که از روی جغرافیای زمین محو میشه، ولی شما هیروشیما رو که میبینید، هیروشیما از روی جغرافیای زمین محو شد. شما اگر برید عکس‌های برلین رو ببینید وقتی که دیگه به آخر جنگ رسیده بودیم، چیزی از برلین باقی نمونده بود. بعدش خب یک ملت با عرض کنم که همتی وجود داشتش، کمک هم کردن، آمدن و خب هم ژاپن شد هم آلمان. ما هم امیدوار هستیم که یک ملت با همتی باشیم که اگه بلایی سرمون آمد، که در طول تاریخ آمده، وقتی که اعراب آمدن به ایران، وقتی که مغول‌ها آمدن به ایران، اینها شخ زدن ایران رو، ولی ایران 2 مرتبه روئید و یک کشور شد. ولی ما نباید فکر اون ور قضیه باشیم، فکر این باشیم که آیا راهی وجود داره برای اینکه احتیاجی به این عمل جراحی نباشه. آقای اعتمادی بفرمایید. من از یا آقای ایرانی به نام آقای طالبی اینه که شما چه اقدامی در این زمینه کردید؟ همش توبتش اینه که من که اطلاع ندارم، فارسی که نمیتونم بخونم. عرض کنم که نمیدونم اصلا اپوزیسیونی وجود داره. خب شما اصلا چرا میایید در مورد ایران اظهار عقیده میکنید؟ من نمیفهمم. آقای اعتمادی ببینید، چند تا نکته تو فرمایشات آقای طالبی هست که به نظر من در این حال نباید زیاد ناامید بود. یکم این که میگن 55 میلیون جوان در ایران هست که اینها ناراضی ان، مخالف رژیم ان و اینا اپوزیسیون ان و کاملا درسته. منتها نکته کسی اینه که این 55 میلیون رو یک تشکیلات، یک رهبری، یک جریان سیاسی مثل همه جای دنیا باید هدایت بکنه، سازماندهی بکنه، تا اینکه از نیروی این به اصطلاح نیروی موجود مخالف حکومت اسلامی بشه کمک گرفت و این رژیم رو کنار زد. من در مورد مسئله جراحی کردن هم باز با این مسئله موافق نیستم، به دلیل اینکه اصلا ایران نه آلمانه و نه ژاپن دوران به اصطلاح گذشته است که بتونه بر اساس زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و تکنولوژی که تجربه داشتن و امکاناتش داشتن بتونه به سرعت به اصطلاح کشور رو بازسازی بکنه. احیانا اگر کسانی هستن که این تنها راه رو جراحی میبینن،
و نه اصلا موقعیت کنونی ایران از لحاظ موقعیت محیط زیست، مسائل گوناگونی که ارتباط داره برای گسترش و برای به اصطلاح بازسازی اقتصادی کشور، ما تمام این امکانات رو نداریم. ما باید این کشور رو به همین صورتی که هست با همین زیرساخت‌های ضعیفی که داریم باید کوشش کنیم حفظ بکنیم و با کمک مردم ایران و با حمایت مردم ایران و با تشکیل یک نیروی اپوزیسیون جدی در برابر این رژیم این حکومت رو کنار بذاریم و به جهانیان هم ثابت بکنیم و نشون بدیم با وجود یک چنین نیروی احتیاج به جراحی نیست. اگر واقعا امروز کشورهای منطقه، کشورهای عربی، اسرائیل و کشور قدرتمندی مانند امریکا به این نتیجه رسیده که خطر حکومت اسلامی ایران میتونه امنیت دنیا رو تهدید بکنه، راهش جراحی نیست، راهش حمله نظامی به ایران نیست، بلکه راهش حمایت از مردم ایران، راهش حمایت از یک نیروی اپوزیسیونل آلترناتیو دموکراتیک است. منتها یه نکته را خدمتتون عرض بکنم، چون آقای طالبی اشاره کردن که سازمانی به نام مجاهدین رو فقط میشناسن و این تنها سازمان اپوزیسیون به نظر ایشون، به نظر من تعریف اپوزیسیون یک تعریف دیگه هم داره که کامل میکنه. اپوزیسیون اون نیرویی است که حکومت ارتجایی و عقب مونده کنونی ایران رو کنار بزنه و یک مناسبات جدید رو جایگزین بکنه. متاسفانه سازمان مجاهدین خلق یک جریان مذهبی است، یک جریان ایدئولوژی که حتی اگر با حمایت امریکا و قدرت‌های منطقه بتونه حکومت اسلامی رو کنار بگذاره، شرایط تازه‌ای رو نمیتونه برای مردم ایران و برای کشور ما ایجاد بکنه، به دلیل عقاید مذهبیش و به دلیل به اصطلاح باورهای ایدئولوژیکیش و به دلیل رفتارهای سیاسی که در مناسبات درونی خودش، چه در رابطه با اعضای خودش و چه در رابطه با بخش‌های مختلف اپوزیسیون به کار برده. بنابراین من نیروی اپوزیسیون رو به اصطلاح با تعریف کاملتر و روشن‌تری فکر می‌کنم باید بشناسیم. آقای طالبی، آنجلو طالبی، بفرمایید. جناب نوری‌علا، البته شما اصلا منو نمی‌شناسی، من چیزایی که میگفتین فارسی بلد نیستم صحبت کنم، یا فارسی بلد نیستم. نه گفتین تموم کنم صحبتمو. شما چیزی گفت. البته من البرز رفتم، فوق لیسانس آمار دانشگاه تهرانم دارم، دو تا کتابم در 23 سالگی راجع به آمار و احتمالات نوشتم، بنابراین فارسی مالیه و پدر من یکی از بزرگترین مولوی شناسان بود. اگه زمان دوست دارین کتاب کلیات شمس بعد انجلوتون بذارین باز کنین، من اینو چالنجتون میکنم، هر جا چه باز کنین من براتون میخونم. بنابراین چیزی که راجع به فارسی، من تنها دلیلی که اینجا هستش بر اون 5 میلیون نه برای شما اینجا هستم، چون من شخصی مثل دقیقاً مثل شماست که ایران عقب افتاده. آدم‌های بیروکراتی که اصلا پلان ندارن، فقط حرف می‌زنن. شما دقیقاً اون هستید. چون برای اینکه تشکیل بدین یک سازمان، خود مردم ایران احتیاج ندارن به شما، خودشون انجام خواهند داد. و اینکه ایران حمله بهش میشه، شما که میخواید اونا رو بمباران بکنید. حالا مثلا حالا من چه بگم؟ فکر میکنم آمریکا فقط منتظر من بگه چیکار کن. خود این آخوندشناسی اگه این مافیا ملافیایی که شما اینجا هستش، این بالاخره خودشون با این زبان خوش نمیرن بیرون. اینها باید بهشون یه تلنگر بزنین که برن بیرون. من منظورم تلنگر بود. شما از این بول گرفتی میگه من نابود کنم ایرانو. به جز من زرتشتی هم هستم، من فکر نکنم هیچ کسی مثل بنده خودم و دایی مادرم کاهن زرتشتیه. برای این شما این که میگید خیلی برای من سخته که بگی که من ایرانو دوست ندارم. خیلی it's hurtful، به خاطر اینکه من تنها دلیلی که اینجا نشستم نه اپوزیسیونی میخوام درست کنم، فقط میخوام. بعدم شما یه چیزی سوال میکنید که مثلا من ایدیتم، من اپوزیسیون میدونم چیه. گفتم تنها چیزی که ما تو اخبار میشنویم امیکه. شما تو اخبار آمریکا راجع به اپوزیسیون نمیشنوید. حالا اگه شما تشکیل بدیم، اولین کسی هم جوین میکنم، من اولین کسی خواهم بود که میام ملحق میشم اون چیزی که شما داری میگی. من ولی شما اگه میخواین با یکی رابطه داشته باشین، بهتره که قضاوت نکنین قبل اینکه بدونین. من اصلا نگفتم ایرانو دوست ندارم، فارسی بلد نیستم بخونم بنویسم. شما اینا رو خودتون بافتین دارین میگین، ولی اشکال نداره، چون من بلندنشی نمیخوام بکنم، هنوز نوروز هم هست. البته آقای اعتمادی و من ایشون خیلی لاجیکال و منطقی هستن. من وقتی گفتم سرجیکال اپریشن، امداد سیل نیوی سیل، من نمیدونم والا این اپریشن چگونه خواهد بود.
والا کوورت آپریشن میتونه باشه، هر آپریشنی باشه که مردم ایران نجات بده. الان هم دیگه اگه آپریشن باشه مردم خود ایران میدونن دیگه، اینقدر آگاهی پیدا کردن به وسیله اینترنت خودشون میدونن. و به نظر من تصوری که راجع به ایران دارم، تو بین 20 تا 22 سال ایرانی میبینم که آزاد شده و ساختمان سازی شروع شده و مردم میتونن هر مذهبی که میخوان، شامل زرتشتی هم بخوان، بتونن دیناشون عوض کنن. من همچین ایرانی میبینم. ولی من معتقدم که قدرت های غربی، قدرت های جان، چوب لای چرخ مردم ایران نگذارن. خود مردم میدونن چه کار کنن. تا حالا که تکلیف روشن کرده بودم، روزی روزگاری بود خود ما توی خیابان های ایران 5 میلیون جوان رو دیدیم. اپوزیسیون از این بیشتر چی میخواد؟ خب با آقای اسماعیل نوریالای عزیز هستیم، آقای دکتر، آقای حسن اعتمادی عزیز و آقای آنجلو طالبی عزیز. آقای نوریالا بفرمایید. عرض کنم من واقعا قصد مهاجه با ایشون رو ندارم، من اطلاعاتی راجع به ایشون ندارم. من همیشه تلویزیون رو که باز کردم دیدم ایشون راجع به ارز و عرض کنم که مسائل مربوط به مارکت و این حرفا صحبت میکنن، خیلی هم صحبت های خوبی میکنن، همکارانشون هم از دوستان من هستن. ولی خودشون تو این برنامه گفتن که مثلا مطالبی که نوشته میشه خوشبختانه به انگلیسیه، برای اینکه ما نمیتونیم فارسی بخونیم. من روی حرف خود ایشون این رو من نگفتم فارسی نمیتونم بخونم، من چه حرفی نزدم که... بله؟ شما فکر کنم شنوایی انتخابی داری، چون من سلکتیو هیرینگ میگن. شما اصلا هم حرفی نزدم، من فارسی نمیتوانم بخونم. نه فارسی میدونم، نه گفتن که گفتم متاسفانه ایرانی روش کار نمیکنه. من اصلا نیومدم اینجا با آقای نوریالا. ایشون اشارهشون به پیشنویس بودجه بود، گفتن که این پیشنویس در ایران توسط یه روزنامه که انگلیسی زبان هم هست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. میگه ما نشستیم با دوستان آمریکاییمون این متن انگلیسی که از ایران آمده بود خوندیم، متوجه شدیم در بودجه ایران آینده به کل هست شد. بحث من این خورده ریزای کار نیستش. من تفکر آقای طالبی رو که به این نتیجه میرسه که برای از میان برداشتن حکومت منحوس اسلامی باید امریکا یا اسرائیل دست به سرجیکال عملیات بزنن رو وحشتناک میبینم و فکر میکنم این اصلا خطرناک. این نوع طرز فکر شما ترسوی شما آدم ترسوی هستی. اگه شما فکر میکنی که مردم ایران که اولا که هیچ کشوری در کره زمین به اندازه ایران بهش حمله نشده، ایران از زمان 8-9 سال اخیر همیشه بهش حمله شده، بنابراین چیزه نه من نگو اینم بره روش، من همچین چیزی نگفتم. من راجع به کارپت بامینگ صحبت نگفتم برام بام کنم از ویتنام، من همچین چیزی نگفتم. البته من چه صحبت بکنم چه نکنم، یه نفری تو آمریکا هست بهش میگم مد داگ، اونم جنرال ماتسه، اون 8 سال دیگه هم قراره اینجا باشه، خودمون داره میدونه دارن چی کار میکنن. خلاصه من تنها کسی نیستم که فکر میکنن که ایران، نه ایران، جمهوری اسلامی. شما یه کتاب از آخوندشناسی یا ملایزم رو نگاه کنید، اینا ایران دارن خفه میکنن. از 1505 هم شروع شد که ایران شیعه شد. معلوم نمیگم بس ضد شیعه و مثلا راجع به دین نمیخوام صحبت کنم، ولی اینا به طور کل باید از ایران محو بشن. یعنی ما اصلا دیگه ملایی به اون صورت نبینیم. برای که این کار اتفاق بیفته خود مردم انجام میدن، ولی کمک لازم دارن که بلند شن. چون اگه شما فکر کنید زمان آقای اوباما وقتی مردم ایران بلند شدن بهشون کمک میشد پیروز میشدن؟ پیروز میشدن. اون زمانی که تیر همون بلند شد، همون 2009 بلند شدن، اگه کمک میشد بهشون مطمئنا نزدیک رادیو اسمش سرجیکال اپریشن. شما بگی چی کار کنم؟ شما بگی باید چی کار کنم؟ چرا چیزا رو قاطی میکنید؟ خب چرا نمیپرسن شما چه میگی؟ شما میگی چی کار کنم؟ آینو یالا حالا من عقیده یه آدمه، من عقیده یه شهروند ایرانیه. من عقیده شما چیه؟ خب بذار ببین آقای اعتمادی چی آقای اعتمادی بفرمایید. چه باید کرد؟ که توی این بحثا داره مطرح میشه اینه که ظاهرا همه کارها رو باید امریکا برای ما انجام بده. من لااقل به این مسئله به شما اعتقاد ندارم. من به همبستگی بین المللی، به حمایت های
قدرت‌های بزرگ جهان و همبستگی اونها برای نجات مردم کشورمون اعتقاد دارم، اما معتقدم نقش اساسی رو مردم خود ایران دارن و نقش اساسی رو یک اپوزیسیون به اصطلاح جانشین آلترناتیو داره که هم میتونه جهانیان رو متقاعد بکنه که برای برداشتن این بختک شومی که 38 ساله که بر روی کشور ما افتاده کمک بکنیم با هم دیگه این بختک رو برداریم با کمترین ضرر و زیانی که به کشورمون و به مردم کشورمون خواهد افتاد. بنابراین ما نباید به نظر من در انتظار تصمیمات و سیاست‌های کشورهای بزرگ جهان از جمله امریکا باشیم، ضمن اینکه همونطور که عرض کردم مسئله همبستگی و کسب حمایت از قدرت‌های بزرگ جهان لازمه پیروزی مردم ایرانه، اما با مداخله و تصمیم گیری مستقیم مردم کشوره. منم اینو گفتم، من نگفتم که آمریکا چاره کار ایرانه. حالا من نمیدونم اون آپریشن ممکن توش انگلیس هم باشه، ممکن توش فرانسه هم باشه، من نمیدونم حالا اون آپریشن رو چگونه انجام میدن. حالا شما، من سوال ازتون دارم، چون من حالا این اپوزیسیونی که شما میگی چند سال طول میکشه تا به اون حد برسه که آلترناتیوی که شما میگی به وجود بیاره؟ چند سال دیگه؟ خب اجازه از بازارچه عبور میکنیم، جواب خواهند داد تا دقایق دیگر. با آقای آنجلو طالبی هستیم، آقای حسن اعتمادی، آقای دکتر اسماعیل نوریالا. همین الان عرض بندم بحثمون رو دنبال میکنیم. بحث داغی بود. آقای آنجلو طالبی با ما هستن. آنجلو، سالش اینه که چند گروه اپوزیسیون رو به من معرفی کنین چون من شناختی از اونا ندارم. اجازه میدی که دوستان جواب بدن؟ آقای نوریالا بفهم. بله، عرض کنم که امیدوارم که اگر که من بگم چرا شما اطلاع ندارید باز حمله بر حمله و جسارت نشه. به حال یه ایرانی باید بدونه که در خارج کشور چه فعالیت‌های سیاسی داره انجام میگیره. اما من فکر میکنم سوال ایشون سوال بسیار اساسیه و اساساً همه شنوندگان این برنامه و ایرانیان به خصوص خارج کشور باید این سوال رو از تک ماهایی که میایم جلوی دوربین میشینیم و ادعا میکنیم که کار سیاسی داریم میکنیم باید بکنن که شما اگر اپوزیسیون مدعی هستین که اپوزیسیونین، پس چرا کاری نمیتونین بکنین؟ چرا نمیتونین مثل به قول خودشون مجاهدین مثلا خودی نشون بدید و بگید که ما هستیم؟ من فکر میکنم که اتفاقا اگر همگی ما این سوال رو بکنیم، اگر که رسانه های ما هر کسی رو که میاد جلوی دوربین به این محاکمه بکشن، تکلیف ما روشن‌تر خواهد شد. من میدونم که معالا اگر که کسی کاری نکنه کار به اونجا خواهد کشید که همه ملت ایران هم برن دعا بکنن که امریکا بیاد این شر اینا رو از سر ما کم بکنه. ولی من میگم تا رسیدن به اون لحظه خودکشی و استیصال راه های دیگه ای وجود داره که این رو فقط فشار افکار عمومی میتونه موجبش بشه. یعنی هر کسی که مدعی حرف سیاسیه باید پاسخگوی این مطلب باشه که تو در راست. ببینید آقای طالبی میگوین که اگر من بدانم که جایی وجود داره که فعالیت سیاسی داره میکنه علیه حکومت اسلامی، من بلافاصله میرم عضوش میشم. خب چیکار باید بکنیم؟ باید بریم در خونه ایشون تقاضا بکنیم آقا بفهم که ما داریم یه کارهایی میکنیم؟ الان این همه سازمان سیاسی تشکیل شده، کنگره هایی تشکیل شده، دور هم گرفتیم نشستیم، عقلامون رو داریم میریزیم رو هم، یه عقل هم کم داریم آقای طالبی؟ خب تشریف بیارید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. این که من اطلاع ندارم که دلیل نفی برای مسئله نمیشه، اما این که طلبکار باشید حق با شماست. تک تک ایرانی ها باید طلبکار باشن و از طریق فشار این طلبکاری ایجاد یک اپوزیسیون متمرکزی رو عرض کنم که موجب بشوند که بتونه جلوی حمله نظامی رو بگیره. آقای اعتمادی، سازمانتون رو خواهش می‌کنم معرفی کنید به آقای طالبی. من عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم و این افتخار دارم که در طی این سالهای اخیر در کنار جناب نوریالا عزیز برای رسیدن به یک حکومت سکولار دموکراتیک در ایران تلاش بکنیم. البته این تنها تلاش ما نبوده، یکی از اهداف اساسی ما
همون چیزی است که آقای طالبی رو هم رنج میدن، یعنی اینه که میگن چرا اون نیروی اپوزیسیون قوی وجود نداره و من از این بابت بهشون حق میدم، اما این راه حلش این نیست. همونطور که آقای نوری علا گفتن که ما تک تک مخالفان حکومت اسلامی ایران منتظر باشیم که دیگران برن اون نیروی آلترناتیو رو بسازن. وقتی آقای طالبی مقالات آقای نوری علا رو بخونن که خوشبختانه خودشون هم گفتن به زبان فارسی تسلط کافی دارن، یا هر مقاله‌ای که از گروه‌های مختلف منتشر میشه در سایت‌ها و نشریات گوناگون، راه خودشون رو پیدا میکنن و در نتیجه با توجه به تجربه و دانشی که دارن میرن سراغ گروهی که اون گروه رو تقویت بکنن و در عین حال راه حلی پیدا بکنن، یک راه حل منطقی که در شرایط کنونی همه ما مخالفین علارغم اینکه چگونه میاندیشیم، علارغم اینکه برای آینده ایران چه نوع حکومتی و چه نوع سیاستی رو درست میبینیم، حداقل در شرایط کنونی برای اینکه کشور ما نابود نشه، برای اینکه بیشتر از این مردم ما آزار نبینن، سعی میکنیم با کمک هم دیگه اون نیروی قوی آلترناتیو رو بسازیم. خوشبختانه آقای طالبی از این بابت اطلاعات خوبی دارن، همین که میگن 55 میلیون زن و مرد جوان ایرانی در داخل ایران مخالفه، همین که معتقدن در خارج از کشور اکثر ایرانیانی که در اینجا زندگی میکنن مخالف این حکومت هستند، بنابراین باید با تجربیات و دانش همدیگه کمک بکنیم که این نیروی موجود رو بتونیم متشکل بکنیم. خب بوده البته من مطمئنم هر دوی شما ایران دوست هستین و با سواد و با دانش. شما گفتی اسم حزبتون از سکولار دموکرات، آخه این اسم که فارسی نیست، چرا اسم فارسی نداریم؟ الان ایرانی‌ها نگاه میکنن این لغتی که شما میگی خیلی نمیفهمن چیه، که مثلا اینکه تو اصفهان نشسته بچه کارگر آهنگره، دو تا پسر داره، الان نگاه میکنن یه اسم، البته من فقط دارم نظرمو میدم، شاید خوبی که اسم فارسی هم روش بذاریم. آقای طالبی من گفتم بذاریم با هم گفتم، من میخوام بهتون بگم، من اگه هر چیزی باشه من به عنوان یه آدم، فقط یک آدم، واظرم این کارو بکنم، ولی به نظرم خوب یه اسمی بذارین، که چون من سه بار که برنامه رو دیدم یک بارم شما اسم سازمانتون نگفتید. اگه شما این سازمان میخواید بفروشید به مردم ایران، پپسی بیشتر 2 میلیارد دفعه گفته شده. شما اسم سازمانتون اگه بگین هی تکرار کنی به نظر من خیلی خوبه که ایرانی‌ها بدونن چه سازمانی هست. من مطمئنم آقای طالبی گرفتاری زیادی دارن، وگرنه من میدونم که بسیاری از ایرانیان نام سازمان و با حزب ما رو میشناسن، ولی ایشون به خاطر گرفتاریشون احیانا کمتر شاید برنامه ولی به انگلیسی بزن، اگه فارسی اسم من فارسی بذارین خیلی خوبه به نظر من، اسم فارسی مطمئنا. آقای نوری علا پیشنهاد بدی نیست؟ والا به نظر من البته که پیشنهاد خوبیه، خودشون هم به ما کمک کنن یه اسم فارسی براش گیر بیاریم، ولی مسئله ما این نیست. یعنی اگر که خیلی مسئله است، اجازه بدید، اون 50 میلیون جوونه که تو ایران نشستن اگر نمیدونن دموکراسی چیه، اصلا ما بی خودی داریم با هم دیگه حرف میزنیم. شما مطمئن باشید اطلاعاتتون راجع به داخل کشور کمه. سکولاریسم الان مهمترین ترم سیاسی هست که جوانان ایران به کار میبرن، دقیقا هم میدونن معنیش یعنی که آخوند از حکومت بیرون و دنبال این حرف هستن. ما مشکلمون اسمیست، حالا اسممون رو بذاریم حزب مثلا جوانان با تراوت، چه فرقی میکنه؟ مسئله در اینه که منتالیته عضو حزب شدن و توان و انرژی خودمون رو به پای یک کار سیاسی گذاشتن کم وجود داره در خارج کشور، و الا با هر اسمی رو آدم میتونه بذاره. شما پس اسم فارسی نداره سازمانتون؟ نه؟ بله؟ اسم فارسی نداره سازمانتون؟ شما چند دقیقه پیش من گفتیم من همش انگلیسی بلده، همش انگلیسی میفرونم. شما اسم خود سازمانتون انگلیسیه؟ اسم ما انگلیسی نیستش، همون گونه که نه سکر انگلیسی دماغ همون گونه که تلویزیون، رادیو، کلمات بین المللی وجود دارد، این با انگلیسی پروندن. 55 میلیون جوان ایرانی این لغت رو بلدن، سکولاریسم و دموکراسی و تمام بله، قطعاً بله، قطعاً بله، قطعاً بله، بعضی اسم فارسی باید گذاشت، قطعاً بلدن. مضافر این که خب این ترما از غرب آمده هم، یعنی فراموش نکنیم، و بعدم نسل جوان در ایران شناخت کافی داره هم نسبت به دموکراسی هم نسبت به سکولاریسم. همینجور که آقای دکتر نوری علا گفت، واقعا الان یک گفتمان هستی در ایران این موضوع غیر مذهبی شدن
نظام سیاسی کشور و دموکراسی هم که دیگه موضوع شناخته شده است، موضوع امروز و دیروز هم نیست. در تاریخ ایران دموکراسی یه چیزی بیش از 100 ساله که شناخته شد و میدونم دارن از چی سخن میگن. میدونم، ولی سکولاریسم تو دیکشنری بزنید نوشته غیر مذهبی، همینطوری که شما گفتی. مثلا لغتش این بود. حالا خب احمدانان ارجمندم با دوستان عزیز هستیم، آقای آنجلو طالبی، آقای نوریالا و آقای حسن. وقت هم شد که شما رو بیاریم روی خط، میبخشید حتما هفته دیگه این کار رو خواهیم کرد، ولی کماکان این سوال باقیه. میخوام از آقای طالبی در میان بگذارم. آقای طالبی، شما که یکی از هواداران آقای ترامپ بودید از روز نخست، پیش بینی شما می بود که ایشون برنده میشه؟ یعنی قبل از اینکه اصلا کسی هم حدس نمیزد اون زمان ترامپ پیروز بشه، فکر میکنید که بالاخره ترامپ موفق بشه از پس دموکرات هایی که برای به هر ترتیبی هست میخوان در برابرش صد ایجاد بکنن، هدفشون هم اینه که این دو سال رو به هر ترتیبی هست با جنجال بگذره، در انتخابات دستگاه قانونگذاری اونا اکثریت رو به دست بیارن، ترامپ رو حذف بکنن. حتی گفته میشه این شیطنت در بین برخی از جمهوری خواهان وجود داره که به این موضوع کمک بکنن، ترامپ بره کنار، معاونش آقای مک پنس بشه، جای او رو بگیره، آقای پل رایان هم که رئیس مجلسه بشه معاون آقای مک پنس. شیطنت هست الان در بین جمهوری خواه؟ بله مطمئن. خود جی او پی، خود همون جمهوری خواه هم الان زنده آقای ترامپ هستن. ولی به نظر من هیچ کنون از این اتفاق نمیفته. مطمئنی موفق میشه بود. اولین چون راجع پیشبینی گفتی، از همین تلویزیون پارس وقتی استاک مارکت کرش کرد، من گفتم که شمال ایران میگفتن غریق نجات میذاشتن، پرچم قرمز میذاشتم، گفتم تو آب نرین، متلاطمه. البته نمیخوام بگم من، ولی پیشبینی وقتی شما میگی، موضوعی که فقط آمریکا اینطوری نیست، انگلستان داره اتفاق میفته، فرانسه داره اتفاق میفته، هلند داره اتفاق میفته، تو آلمان هم اتفاق خواهد افتاد که مردمی جوانها آدمو میخواد که چیز نباشه، دروغو نباشه و فهمیدن که این اصولگرا، یعنی استبلیشمنت چی میشه، چون فارسیش شما بفهمید، استبلیشمنت میشه اونایی که قبل همیشه بودن، اینا همه بخواهد رفت. به نظر من در داخل ایران هم اون ویش سفیدان ملا اونا هم همه خواهد رفت. آقای نوریالا، هر کدام یک دقیقه و نیم وقت دارید، بفرم. بله، عرض کنم که چون الان صحبت ایشون راجع به داخل امریکاست، ما حالا با ایران رو فعلا بذاریم کنار. من با نظرات ایشون کاملا در اون مورد موافق هستم. فکر میکنم که هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد. حزب دموکرات داره علیه خودش عمل میکنه، مردم به چشم خودشون دارن میبینند که چگونه اینها با بچگانه ترین بهانه ها سعی میکنن سنگ بندازن سر این کار. در این حال نشون داده میشه که درسته که آقای ترامپ کاندید جمهوری خواهان بوده، ولی از دل جمهوری خواهان بیرون نیامده و این اتصال او به حزب جمهوری خواه خودش نشانه این است که شما ببینید 8 ساله که ما از جمهوری خواهان میشنیدیم که مثلا اوباماکر رو باید گذاشت کنار، به جاش سیستم جدیدی آورد. حالا که آقای ترامپ آمده و با این زحمت زیاد تونسته رئیس جمهور بشه، تازه معلوم میشه که این حزب هیچ نقشه‌ای نداشته، به طوری که خودشون تو داخل خودشون دارن میجنگن بر این مسائل. من فکر و امیدوارم که اون پیش بینی آقای طالبی درست باشه و این استبلیشمنت یا هیئت حاکمه ای که شکل گرفته برای سالها و واقعا این باطلاقی رو که در واشنگتن به وجود آمده بشه خشکوندش و امریکا به قول معروف گریت اگین بشه، دو مرتبه امریکایی بشه که مردم جهان بهش امید داشته. چقدر هم همفکرید شما. آقای اعتمادی، آقای مهبودی، من فکر میکنم که در طی 38 سال گذشته هیچگاه حکومت اسلامی ایران تا این حد دچار استیصال و دچار بحران نبوده. وضعیت حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار وخیمه، در سطح بین المللی تقریبا منزوی است، تنها اتکاش به روسیه است. روسیه با توجه به مشکلاتی که خودش داره، همین امروز یک بار دیگر اتحادیه اروپا، یعنی دادگاه اتحادیه اروپا، روسیه رو به خاطر مسائل سیاسی که در رابطه با اوکراین داره مورد تحریم قرار داد، در رابطه با مسئله فروش نفت و گاز این کشور.
یعنی تنها متحد ایران هم دچار مشکلات اساسی اقتصادی است. بنابراین در یک چنین شرایطی در این حال معتقد هستم که اپوزیسیون ایران بعد از 38 سال تونسته تجربیات گرانبهایی را به دست بیاره. من عقاید و نظریات مثبت رو که در جهت ایجاد یک اتحاد وسیع بین تمام نیروهای اپوزیسیون سکولار و دموکرات بایستی انجام بگیره رو میبینم، چه در درون جریانات چپ ایرانی، چه در بین لیبرال ها و دموکرات ها، جمهوری خواها و طرفداران نظام به اصطلاح نظام پادشاهی. بنابراین امیدوار هستم که به زودی اون چیزی که باعث نگرانی آقای طالبی است، یعنی نبودن یک نیروی آلترناتیو، برطرف بشه و ما صاحب اون جریانی بشیم که بتونیم خودمون برای تعیین سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم. خیلی ممنون. ملت کردی. با سپاس. دیت چاق سلامتی هم بکنید با دوستان. من خیلی متشکرم. من یکی از بهترین چیزهای دموکراسی یا هم اینکه اشخاص بتونن با هم صحبت کنن. دموکراسی دموکاس تو یونانی یعنی مردم، وقتی مردم بتونن با هم عقیده هاشونو بگن. امیدوارم یه زمان باشه این تلویزیون همچین چیزی تو ایران باشه، هر کی هر چی بخواد با احترام با هم دیگه بگن و بتونن با هم مخالفت باشن. ممکنه ما مخالف مختلف باشیم ولی مخالف نیستیم و نظرات مختلف ولی نه دشمن هم کامل نیست. بنابراین مخالفت با موچو ماچو بوز آه 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 الله بزرگ قربانتون باشم.